سلام دوستای عزیز، امیدوارم که در هر گوشه و کنار دنیا که هستید خوب و خوشحال باشید. خوش آمدید در یک ویدیوی دیگر از کانال هنر قاصدک. در این ویدیو آموزش همین مدل گلدوزی را که در اولی ویدیو گذاشتم داریم. این مدل بسیار ساده راحت از نخهای رنگی از سونای سفید هر رنگ سونی که ما دوست داشته باشیم میتونیم استفاده کنیم. از اینجا ما شروع نیم از این جالی هایی که مخصوص خامدوزی هست، تارهایش ریز هست، چارخانه هایش مازی استفاده نیم. این سون از ما خیلی باریک هست، ما این را به صورت چار قد قد کدوم، بعد همین دو قدی بسته از این را در سر سوزن قرار دیدم و سر تارخ را قلاب منم که محکم شنه. اینجا شروع کدوم به دوختن. همینطور که میبینید سه تار روی سوزن هست، فاصله دوخت ها هم یک تار هست. بسیار به صورتی ساده ما اینجا اوگ مونم. هفت دنه کوک اینجا ما همیته به صورتی ساده کوک کدم. حالا در روی زو شروع نم که یک دنه گلبرگ دیگه کوک کنم. اول دوتا روی سوزنه و پایینش که برابر میگیریم از بالایش ده هر کوک ما یک تار اضافه مونیم. چهار دنه کوک دیگه به همین صورت کوک مونم. حالا دوباره از پایین یک تار کم مونم تا به همون دو تاری اولیه برسه. دوختش بسیار راحت ایر، ما میتونیم هم روی پارچه کوک کنیم، روی تکه هایی که تارهای قابل شماریش داره دید داره، هم روی جالی میتونیم کوک کنیم. حالا از گوشه همون گلبرگ وصلی به همون دو تار اولیه که ما کوکتیم به سمت پهلو ما شروع نیم یک دو تار دیگه میگیریم. پایینش را برابر میگیریم، بالایش را در هر کوک ما یک تار اضافه مونیم. چهار دنه کوک را که به همین صورت کوک کدیم، حالا دوباره از پایین برابر میگیریم، از بالا در هر کوک یک تار کم مونیم. در روی زی که این قسمتش صافه ما دوباره اوک کوک مونیم مثل این طرف. خیلی ساده اینیش، سه تار روی سوزنه، فاصله کوک ها هم یک تاره. این مدل دوخت را ما میتونیم هم پیش یخن از این کوک کنیم، هم برای پای دامن، سر آستین، برای پایین شلوار، سر چادرهای گاج، بستگی به مدل لباس خو این طرف روز دور شد به این شکل شد. ما همون رنگی سون را انتخاب مونیم و کوک مونیم. در روی زو ما یک ردیف دیگه هم به همون صورت اوک کوک مونیم. سه تار روی سوزن، فاصله کوک ها هم یک تار. اینجا هم هفت دنه دیگه روی زو ما کوک مونیم. حالا شروع نم که یک برگ دیگه مثل این طرفیش کوک کنیم. اول دو تار روی سوزنه، بعد کوک بعدی سه تار، چهار تار و پنج تار. حالا کم که دماریم دوباره به همون دو تاری اولی برسه. اینجا ما میخواییم یک نصف گل جور شنه. این قسمتی رویش تمام شد. حالا دوباره مثل این طرفشی شروع نیم به سمتی پایین یک نیم گل دیگه، یک برگ دیگه اینجا کوک مونیم. از اولی کار ما از یک نصف گل شروع دیم، بعد از کنار از این نصف گل گل های کامل را کوک مونیم، به هم دیگه وصل نیم. هر اندازه که ما دوست داشتیم میتونیم که کارخ را، عرضیش را، درازیش را بیشتر کنیم. اینجا ایرک صاف کوک کدیم مثل اون رو به رو، یک اواغ دیگه در روی زی کوک مونیم. اواغایش همهش سه تار روی سوزنه، فاصله کوک ها هم یک تاره و تعداد از اینا هفت کوکه. ایره ما تا او سرش را کوک کدیم، یالی سر از تارخ را از زیر از کوگا رد مونم. میروم که گل خانه سالمش را شروع کنم به کوکدو. خانه های کاملش را ما کامل از گوشه های از شروع نیم. از کنار از گلبرگ ها ما شروع نیم به دوختن. مثل خود همون روبرویشی اول دو تار روی سوزن، بعد اضافه کدمورم، چهار کوک کوک کدم، باز دوباره کم کدمورم تا همون دو تاری اولی برسه. این برگ را که کوک کدوم به این صورت، باز دوباره رویش را دو ردیف اوک کوک مونم.
یا وقتی که دیگه خیلی آسویه کلن سه تا روی سوزنه هفته نکوگ ما به همین صورت کوگ مونیم. مدل از این دخت خیلی راحته، خیلی ساده و کاربردم زیاد داره. ما میتونیم با هر رنگ سونی که دوست داشتیم کوگ کنیم و روی لباس های خود نصب کنیم. یک ردیف آواغ دیگه در روی زی دوباره کوگ مونیم. اون قسمت اولش که کوک کدوم چون که گلش نصفه بود ما اواغش را یک ردیف کوک کدوم. اینجا گلش کامله، کلن اواغایش دو ردیف کوک میشه. دو ردیف اواغ را کوک کدوم. حالا یک برگ دیگه در اینجا کوک مون. اول دو تا روی سوزن بود، بعد اضافه در رفتیم چار کوک، حالا کم که در رفتیم تارخ را دوباره از زیر زی کوک رد مونیم. چون به سمتی بالا میخواییم گلخ را کامل کنیم، از این طرف شروع نیم بدوختن. یک برگ دیگه اینجا وصلی داری کوک مونم. ایر باید امیتر دور تا دور زیره در چار گوشی دو برگ دو برگ کوک مونیم. بعد در رویشی دو ردیف آوک کوک مونیم. بسیار دختش ساده و راحته و کاربردهای زیادی داره. ما میتونیم با استفاده از این دختها برای خود لباسهای خیلی زیبا جور کنیم و هم دوستایی که میخواید که کار کنه میتونه با استفاده از این مدل کوک ها کوک کنه و اینا را سودا کنه. ما دو ردیف آواغ دیگه در اینجا به این صورت دخت و منش خیلی راحته، دیگه لازم نیه که همه ایش نشان بدیم. حالا یک برگ دیگه مثل اون طرفشی کوکنم. دو تار روی سوزن اون قسمتش که در آواغ وصله برابر میگرم. یه طرفشی یک تار اضافه مونم. چار کوک به همین صورت کوک کدوم. حالا دوباره یک تار کم مونم. دو دور از این گل از ما کامل شد. دو دور دیگهش هم به همین صورت ما کوک مونم تا دور از این کوک شنه. اطرافش کامل به همین صورت میدوزم و ای گل از مو کامل میشه. مثل اون طرفشی دو ردیف آواغ ما به همین صورت کوک کدوم. حالا یک برگ دیگه در روی زی به این صورت کوک مونیم. یک طرف دیگهش هم کامل شد. حالا فقط یک طرفش مانده. این طرفش را هم که کامل کنیم این گل از ما کامل میشه. تا کنار از اون نصف گل ما یک گل کامل به این صورت کوک مونیم. همینطور که میبینید دختنش بسیار راحته. رنگ سونایشی با توجه به مدل لباسی که ما میخواییم برای خجور کنیم انتخاب مونیم. دو ردیف آواغ دیگه مثل اون طرف ما کوک مونو میره. دو ردیف آواغ شرا دوختم. حالا یک دنه برگ دیگه من دایر که کوک کنم. این دور تا دورشی کامل میشه. اینجا یک نصف گل کوک دادم. از وصلی به این نصف گل یک گل کامل دیگه کوک کدوم. از وصلی به این گل یک گل دیگه در روی زی ما کوک مونم. اینایش دیگه ادامهشی کاملا مثل همه. نصف گلیم دوخته شد. حالا یک گل کامل به این صورت دوختم. از کنار از این گل کامل دوباره مثل خود همین یک گل دیگه کوک مونم. سر تارخ را ما از این گوشه ها زیر از این کوک ها رد مونم که از طرفی روز دورشی دیده نشنه. ای جالی خیلی تارایش دور دور نازوگ از طرف روز دورش دیده میشه. حالا اینجا شروع نم که گل بعدی را به دوختن. چون به سمت بالا میخواییم باییم گل بعدی را از کنار از این برگ ها ما شروع نم از رو بروی از اونجایی که گل قبلی را شروع کردم. اول یک برگ کوک مونم در کنار از برگ های گل قبلی، بعد در روی از دو ردیف آواغ کوک مونم.
مثل همین گل قبلی دیگه کاملا همیشه مثل هم ادامه داره. خیلی دختش راحت و خوشگوگ و ساده. اینجا رس دوم یک ردیف آور کوک دوم میر دور تا دور شرم مثل همین گل قبلی کوک منم. دو دنه سه دنه گل را ما روی همدیگه کوک دوم. با این نصف گلی که دخته بودیم حالا ایر به سمت پایین دوباره کوک منم. اون رو بروی شرم به اون سمت. یک خانه کامل شنه. اگر خواستیم که نیم خانه باشه همین یک ردیف را که ما به صورت بالا و پایین کوک کنیم کافیه. کسایی که دوست داره باریک باشه دختیش همین یک ردیف را فقط کوک مونیم. کسایی که میخواید دختیش بیشتر شنه میتونیم که یه را اضافه تر کنیم. چند ردیف دیگر روی هم کوک کنیم تا اگر برای پیش یخن باشه چند ردیف روی هم کوک مونیم تا پیش یخن از مکمل شنه. یا برای پایین دامن اونایی که میخواید ارزش بیشتر باشه ایر چند ردیف روی هم دیگه به همین صورت کوک مونیم. بعد داخل زیر پر مونیم و کوک از منو تکمیل میشه. حالا ما فعلا میخواییم که دو ردیف کوک کنم. به سمت بالا سه دانه گل کامل یک نصف گلی دختم. حالا به سمت پایین دوباره همون سه گل کامل و یک نصف گلی را کوک منم. اینجا مثل روبرو همینطور دو ردیف آوک منم و دور تا دور زیر کوک منم تا یک گل دیگه اینجا کامل شنه. یه ویدیو رو ما بسیار به صورت آهسته اشتم و تلاش کردم که واضح باشه برای دوستا و عزیزایی که تازه میخواید که خامک دوزی یاد بگیره. دو ردیف آوک شرم دوختم. حالا یک برگ دیگه در روی زی کوک منم. بعد از همین جایی که شروع دیم برگ بعدی را از همین جا کوک مونم. این برگش تمام شد. باید تارخ را از زیر زی کوک آرد مونم این طرف میرم و برگ بعدی را از این چی شروع نم که گل از مو به این طرف باید. جا یک برگ دیگه که کوک کدوم دوده ناوک درویش کوک منو میرم تا دور شده کوک منم تا یک گلی دیگه اینجا تشکیل شنه. سه دانه گلی کاملی دیگه به سمت پایین با یک نصف گلی دیگه کوک منیم. یک ردیف از ما به همین صورت بالا و پایین دختم شه و کامل میشه. ایر ما به این صورت دختم یک ردیف شده و ردیف بعدی را از روی همزو گلی سومی به این سمت دختم. حالا این قسمت های داخل زیره میخواییم پر کنیم. قسمت های داخلش را یک مربع اینجا منده. این مربع را یعنی چار گوش را ما از یک گوششی شروع نم به کوک دو. به این صورت به صورتی کجی را میخواییم که چار دنه بغندری اینجا کوک کنم. اول دو تار که کنار همه ما به صورتی کج همو دو تار را میگریم. بعد در مرحله بعدی از اون طرف هم مستقیم سوزن خمیزنم. یک تارم برتر از این طرف هم مستقیم. یک تار به سمت چپ ما در میرم. ایده تصویر بیشتر پیدایه. ما تلاش کدوم که خیلی واضح باشه. امیدوارم که برای دوستایی که تازه میخواه گلدوز یاد بگیره راحت باشه و بیتونه یاد بگیره. چهار دانه کوکی به همون صورت اضافه کردم. حالا کم کدم رو دوباره مستقیم به سمت چپ هم از بالا هم از پایین ما یک تار یک تار کم مونم. یک دانه بغندیزمو به این صورت کامل شد. سه دانه دیگه ما در اینجا کوک مونیم تا اینا کامل شنه. یکی دیگه شی در پهلوی زو وصلی به اون کوک مونیم. اول همی دو تار که کنار همه به صورت کج کوک مونم.
بعد او طرفش هم صاف مروم یک تار یک تار اضافه نم، پایینش هم صاف میم یک تار یک تار اضافه نم، چار دنه کوکی به همین صورت کوک دم. حالا از بالا هم یک تار یک تار کم منم، از پایین هم یک تار یک تار کم منم، ولی به صورتی صاف و مستقیم بالا و پایین نباید بزنیم. اینجا بسیار آهسته کوک کدوم که کاملا مشخص باشه. دو دنه چیمشی کوک شد، حالا میریم که از نقطه اول شی چیم بعدی را کوک کنیم. از پهلوی ازی ما دوباره یک نقطه بعدی را شروع نم بکوک دو. اول امو دو تار را ما میگروم به صورتی کج، بعد در کوک های بعدی از بالا و پایین به صورتی صاف یک تار یک تار اضافه منم. چهار دنه کوک کوک دوم یک تار یک تار کم منم، این به صورت یک چهار گوش یک چهار خانه اینجا دوختم ره. از این مدل دوخت ما به صورت مستقیم هم میتونستیم بدوزیم و به این صورت به صورت کج هم ما میتونیم بدوزیم. در این مدل گلدوزی کلا از این بغندی هایشی به صورت کج دوختم ره. حالا سه دنش دوخته شد، فقط یک دنه دیگهش مانده. ایش را اول مو دو تار کنار همه ما به صورت کج میگیریم، بعد دوباره یک تار اضافه نم از دو طرف کامل داخل ازی میخواییم که پرشنه. حالا دوباره از دو طرف ما یک تار فاصله میدیم، ایر دوخته میم تا به همون دو تاری آخری برزه. این خانهشی کامل شد، خانه های بعدی رم همه مثل همین ما کامل مونیم. داخل ازی چمار ما کامل پر کدوم، سرخنی خم تا این اندازه را کامل کدوم خانه ها را. حالا داخل ازی خانه های کلانش را میخواییم که پر کنیم. اینجا شروع نوم از قسمتی وسط ازی گلا ما علامت میزنم، اطراف شرم در سر ازی دوتا گلبرگی کوک دادیم قبلا از سر از اینا ما کش کده مبریم. اینجا هم به صورت کج ما دو تار را گرفتم، به صورت کج دوباره کوک مونم. اینجا دو قدی تار دو قدی هم زیسون از مویه ما سوزن را از داخل از دو قدی رد مونم که به صورت قلاب تار از موده اینجا محکم شنه. اینجا هم برابر از وسط این طرف هم برابر از سری از دو تا گلبرگی که قبلا دوختادیم. اینجا هم به صورت کج ما اول یک دو تار را با هم گرفتم، از بالا هم یک تار اضافه نم، از پایین هم یک تار اضافه نم. هم تار پود از این پارچه از مو یا از این جالی از مو به صورت کج دوختم شد. چهار دنه کوک اینجا هم همونطور کوک دمورم اضافه دمورم. حالا این را همینطور مستقیم یک تار کم مونم. این کم کده مورم تا به همون دو تاری آخری برسه. یک دنه چیم به این صورت دوخته شد، حالا کج مونیم که در پهلوی از دو یک دنه دیگه کوک کنیم. اینجا هم وصلی به همون دوخت قبلی میگریم، شروع نیم به دوختن. از او طرف هم یک تار اضافه مونیم، از این طرف هم یک تار اضافه مونیم، از پهلوهایشی کاملا مستقیم مایه یک خطی صاف را میگریم. ولی روی خود سوزن به صورتی کج قرار میگره. یک بغندی دیگر هم به همین صورت دوخته شد، حالا دوباره چرخ میدیم یک بغندی دیگر در کنار زویر ما تا این سر از این خانه را به همین صورت کوک دمیم. اون کارگاه خیلی چرخ دادیم، وصل به همون دوخت قبلی ما به این صورت به صورت کج دوباره یک دو تار دیگر را میگریم. اول اونجایی که سوزن را داخل مونیم و از اونجایی که در میریم اونجا به صورت مستقیم و باید تارش را مستقیم بگیریم.
یر دیگه تا او سرش را به همین صورت ما یک ردیف کوک مونم، بعد ردیف های بعدی را در رویش کوک مونم، ولی در هر ردیف یک دنه از بغندی کم کده مورم که تا داخل از خانه کامل پرشنه. دیگه بقیش بسیار راحت، زیاد نیاز به توضیح دادن نداره، دوختش خیلی راحته. همه ایش را ما با همین بغندی ها داخل زیر کامل ما پرمونم. داخل از خانه را ما کامل پر کدوم به این صورت. حالا سر تارخ را آخر تارخ را زیر از دوخت ها به این صورت ما محکم مونم که کوگز مو باز نشنه. اول تارخ را همطوری که دیدم ما دوقه دی تار را گرفتم، سوزن را از داخل از او تیر کدوم که به صورت قلاب اونجا محکم شنه. آخر تارخ را ما زیر از دوخت ها محکم مونم همیشه. حالا تا این اندازه را کوک کدوم بایم که نصف خانه را اینجا کوک کنیم. این نصف خانه ایش را مثل همین خانه کامل شی که ما کوک کدوم، اول نصفش کوک کدوم، بعد نصف بعدیش نصف خانه هم به این صورت کوک میشه. از آخر از این برابر منیم سوزن خمه ایریم اینجا، از بالایش هم که در سر از این دوتا گلبر قرار میدیم، برابر سر از اونا میگیریم. دوباره همین سر تارخ را ما به صورت قلاب محکم مونم که کوگز ما محکم شنه، باز نشنه. اینجا هم مثل همون نقطه ها که در اونج در قسمتی وسط شداختیم، اینجا هم به همون صورت ما به صورت کچ شروع نمیره کوگ مونیم. ردیف به ردیف ما ایر دوخته موریم، در ردیف اول شی تا او سر را کوک مونیم، ردیف بعدی دوباره در هر ردیف یک نقطه از دو طرف کم مونیم که ای تا آخر شی را کامل پرشنه.
سری کوی بالا نیداد و بیداد و چادری دوستای عزیز دخت از مو به این صورت تکمیل شد. ادامهش دیگه بلندیش را تا هر اندازه ای که ما دوست داشته باشیم، برای پای شلوار باشه، برای پای دامن باشه، هر قد که ما دوست داشته باشیم میتونیم ادامه بدیم. اگر بخوایم که ارزش بیشتر باشه، ما چند ردیف دیگه در روی زی کوک مونیم و ارزش را میتونیم بیشتر کنیم. این نیم خانه ها را ما میتونیم خانه کامل کنیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشیم باید و برایش استفاده داشته باشه. تا ویدیوهای بعد، خدا حافظ. کاش که نمی‌دیدم روی دیدم.